هیچ محدودیتی برای تأمین پهنای باند اینترنت بین‌الملل نداریم و آقای رئیس جمهور هم دستور دادن که هر نیازمندی وجود داره تأمین بشه. به روال گذشته ما داریم تأمین میکنیم. اگر این اتفاق نمیافتاد به هر حال وضعیت شبکه مراتب از وضعیتی که الان داریم خیلی در واقع وضعش بدتر میبود، اما الان وضعیت مناسبی به نسبت داریم. و اما موقعی که از کندی صحبت میکنیم یا تندی، باید یه مبنایی داشته باشه. وقتی میگیم که به هر حال سرعت شبکه وضعیتش به چه شکله، باید یه مرجعی باشه، اطلاعات قبل رو داشته باشه، اطلاعات بعد رو داشته باشه. نمیشه به هر حال سرعت من زارپور اینجا اسپید تست بزنم شما بگید به هر حال اینجا وضعش خوبه یا تو منزل شما کنده یا جای دیگه. به هر حال مراجعی توی دنیا وجود دارن. اینجا جمهوری اسلامی ایران شما مراجعه کنید، از سال برج یک یعنی ژانویه 2021 تا الان که مارچ 2022 هستیم، رتبه ایران از 79 تا چند اینجا ملاحظه کنید، رتبه‌مون اینجا رتبه‌مون چند بوده؟ 70. بهترین رتبه رو توی یک سال گذشته در دولت 13 داشتیم، 70 73. و میانگین جهانی هم 29 خورده، خیلی فاصله نداره. البته این میانگینه، ببینید کشورهای زیادی هستن پوستر درست میکنن که به هر حال نگاه کنین کشورهای صدر جدول کجان، ما کجاییم. بعدم دو تای آخر که افغانستان و پاکستان ایناست میذارن میگن ما مثل اونیم، در حالی که ما میانه دنیا. عرض کردم این معنی صورت خیلی خوب نیست، ولی میخوام عرض کنم وقتی میگیم کند و تند باید یه معیاری داشته باشه. یکی از معیارها اینجا، شما اگه معیار دیگه هم باشه مقایسه بکنید وضعیتمون تقریبا همین. تو شاخصهای دیگه شبکه هم مثل لیتنسی و جیتر هم شما اینجا نگاه کنید، توی برج 8 نگاه کنید شما اینجا چقدر بوده؟ 31 میلی ثانیه، 10 میلی ثانیه هم جیتر، اینجا همچنان 31 میلی ثانیه، 11 میلی ثانیه، خیلی تفاوتی نکرده. تو ارتباطات ثابت وضعیتمون باز به نسبت بهتره. اینجا برج 8، اینجا چقدره شما بخونید؟ 9.27 بوده، الان چقدره؟ 10.39، نزدیک 12-13% اگه اشتباه نکنم افزایش داشته. رتبه‌مون هم 1-2 پله افزایش بهتر شده. میخوام عرض کنم که بالاخره وقتی میگیم کند و تند، واقعا نگاه بکنید توی 6 ماه یک سال گذشته ما روندمون روند سعودی بوده توی 6 ماه گذشته. حالا یکی دو ماه مشکلاتی داشتیم که من عرض میکنم خدمت شما، تو شاخصهای دیگه هم همینطور. البته این سرعت با سرعتی که شایسته مردم ماست فاصله بسیار زیادی داره. الان میانگین دنیا 60 مگابیت بر ثانیه است، ما حدود 10.5 یک ششم میانگین جهانی، میانگین تازه. خب این یه مشکل اصلی، ریشه مشکلات ما توزیع اینترنت همین عدد و همین رتبه. که الان رتبه‌مون چنده شما بفرمایید؟ 141. 141مین هستیم تو ارتباطات ثابت تو دنیا. خب این باتلنک که همه کارا، گلوگاه همه مشکلاتمون تو شبکه، همین توسعه نامتوازن ارتباطات ثابت سیار تو کشورمون. تو کشورهای پیشرفته بیشتره مصرف مردم توی از طریق ارتباطات ثابت تامین میشه، چون شما دائم که در حال حرکت نیستین که. درست. یا تو محل کارتون هستید دارید استفاده میکنید، یا منزلتون هستید دارید استفاده میکنید. بخش کمی از زندگی ما در حال حرکتی که موبایل براش طراحی شده. موبایل هم بالاخره محدود به فرکانس، پهنه باند رو شما ضرب در یک عدد میکنن. یه قاعده داریم توی مهندسی کامپیوتر به اسم شانون، یه ظرفیت داره، یه آپر لیمیتی داره، بیشتر از اون مثلا نمیشه انتظار داشت. پس بنابراین هیچ جای دنیا نیاز مردم رو به شبکه نبردن وابسته بکنن به ارتباطات همراه کلش رو. البته اینم به این معنی نیست که ما نسبت به ارتباطات موبایل بی تفاوت باشیم، اما نسخه شفابخش حل مشکل شبکه و اینترنت توی کشور ما توسعه ارتباطات ثابته که اونان یه برنامه محوری میان مدت بلند مدت ما اونان برنامه اعلام کردیم که همین الان در جریان قرار گرفتید. توی دهه فجر ما 500,000 پورت رو واگذار کردیم. ببینید هم نیاز به فرهنگ سازی، یکی از جاهایی که شما میتونید کمک بکنید احساس در واقع نیاز و تقاضا رو توی مردم، چون بالاخره یه جاهایی مردم دسترسی به ارتباطات سیار دارن، میگن به حال چه مزیتی ایجاد میکنه برای ما. ما باید تقاضای مردم رو جاهایی که ثابت هستن، محل کارش و منزلش، برن شبکه ثابت که بار تلفن شبکه همراهمون هم کمتر بشه که کیفیت اونجا هم افزایش پیدا بکنه. و البته تو همراه ما باید به سمت تکنولوژی جدید مثل 5G و اینها بریم که سرعت اونجا هم افزایش پیدا بکنه. اما الان وضعیت ما تو ارتباط ثابت بسیار بسیار پایینه و جزو کشورهای انتهای جدول هستیم. برنامه ویژه برای اون دیدیم. خب ما در کوتاه مدت اولا تلاش کردیم که مشکلات فوری فوتی شرکت مخابرات حل بکنیم. ما کمک کردیم لینکاشون رو افزایش بدن به سمت شرکت ارتباطات زیرساخت. دو هفته پیش بود که ما از محل منابع خودمون تا
تجهیزات لازم رو براشون تامین کردیم. از محل بندهی های تفسیر 6 قانون بودجه 1400 رقمی رو برای شرکت مخابرات ما مصوب کردیم که در اختیارشون قرار بگیره، که همین روزها در اختیارشون قرار میگیره برای توسعه شبکه انتقال داخل شهریشون. و پروژه اصلی که پروژه FTTX هست، FTTH هست که داریم دنبال میکنیم که انشالله 20 میلیون پوشش رو ما توی این 3 سال و نیم آینده انشالله ایجاد بکنیم. برای تلفن همراه هم ما در کوتاه مدت بهره برداری از باند فرکانسی 2300 رو شروع کردیم در دهه فجر. انشالله به مرور اپراتورها جاهایی که در واقع مشتری بیشتری دارن، تقاضا برای ترافیک بیشتره، BTS هاشون آپدیت میکنن و از تجهیزات فرکانس 2300 استفاده خواهند کرد. عرض بزرگتون که برای نصب BTS هاشون مشکل دارن اپراتورهای تلفن همراه، و من یه پستی چند وقت پیش گذاشتم، خودم مراجعه کردم به یه مطب دندون پزشکی و دیدم اونجا مشکل داره. متوجه شدیم که هیچ کنون از در واقع ساکنین اون اطراف اجازه نمیدن توی در واقع پشت بام مجموعه هاشون BTS نصب بشه. من همینجا خدمت مردم عرض میکنم که همکاران من در سازمان تنظیم مقررات و سازمان انرژی اتمی اونان یکی از متولیان دائم اندازه‌گیری میکنن تشعشعات ناشی از BTS ها رو، و در تمام جغرافیای جمهوری اسلامی ایران تشعشعات BTS ها از میزان مجازی که اتحادیه بین المللی مخابرات مشخص کرده و مراجع جهانی به مراتب پایین تره. خیالشون راحت باشه. و البته تشعشعاتی که خود گوشی تلفن همراه داره که دم گوش میگیرن ملت به مراتب بیشتر از BTS ها. باید به حال این رو تو خونه که هستن مردم کمتر از 3G 4G 5G آینده انشالله استفاده کنن، از ارتباطات ثابت وای فای استفاده کنن. وای فای مصرف انرژیش تقریبا 1/3 3G و 4G و 5G